السلام علیک یا ابوالفضل العباس، شما یک تا لشکر حسین علیه السلام هستی و عمود خیمه های حرم. شما کوه با صلابت ایمانی و آموزگار ادب. شما وفاداری را در قاموس واژه ها جان و روح بخشیدی. ای پسر ام البنین و برادر حسین و حسن علیهم السلام، ای برخاسته از بوستان فاطمی و گلستان علوی، از شما چه بگویم و چگونه بگویم که زبان در لکنت است و قلم در شرح وصفتان لنگ می‌زند. شما خود از میان برخیز و خودشناسی تا خداشناسی را برای من تفسیر کن. ای پناه بی پناهان و باب الحوائج دردمندان، من هم همچون ذره از دریای خروشان دوستدارانت به سوی شما آمده ام. چرا که شما آرام بخش جسم و روحی و جان بخش تن و روان. به سوی شما آمده ام تا راه نشانم دهی و دستم بگیری و مرا با خود به سرچشمه آب حیات. شما خم از ابرو و غم از دل اربابت زدودی و کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام شدی. از این روست که بی نوایان از شما نوا می خواهند و گرفتاران در سراب از شما جواب می جویند. ای باب الحوائج، درگاهتان قبلگاه آدمیانیست که فارغ از مذهب و نژاد در برابر عظمتتان تعظیم می کند و دنیایی نمک پرورده خان احسان و بخششتان شدند. یکی با عشق و زاری چشم از ذریحتان بر نمی دارد، دیگری با گریه و خواهش شفای فرزندش را از شما می‌خواهد. یکی بغض کرده و دنیا و آخرت را از شما می‌خواهد، دیگری با التماس موفقیت و ترقی را از شما می‌خواهد. میهمانانتان با حوائج و خواسته هاشان به درگاهتان حاضر شده و دلهایشان را به درب حاجتها گره زده اند و گشایش آن را از شما می خواهند. چرا که با اعتقاد کامل شما را باب الحوائج می دانند و بارها و بارها با دست پر از درگاهتان راهی شدند. ای حضرت ساقی، به سویتان آمده و در انتظار رویت ماه. شما سقای معرفت هستی و ما تشنگان راه. شما قمر بنی هاشمی و ما افتادگان در چاه. و شما پدر فضل و بخشایشی و ما گرفتار به صد آه. قلب مرا به پای ذریحت گره بزن، بیمارم و دخیل شفای تو می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين،
السلام على أخيك أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز ارجمند از هر جای جای این کره خاکی و از این که وقت خودتون رو تنظیم کردید و بیننده برنامه دخیل شدید بسیار سپاسگزارم. همینطور که میدونید داستان و روایت‌هایی که در دخیل تقدیم شما میشه حکایت داستان کسانی است که با نذر و نیاز و دعا و التماس به علمدار کربلا نگاه پرمحبت این سالار شامل حالشون شد و به مراد دل خودشون رسیدند. قصد ما در این برنامه دخیل معرفتمون نسبت به این آقا بزرگوار بیشتر و بیشتر بشه و دلهامون کربلایی تر بشه انشاءالله. عنوان دخیل امشب ما هم عشق شوقی که تقدیم شما عزیزان میکنیم. با ما همراه باشید. مسجد الهادی اصفهان برنامه‌های گسترده‌ای داشت که بهترین مداحان اهل منبر روضه‌خوانی می‌کردند و حتی جایی هم برای دیگر ادیان اختصاص داده بودند، مانند یهودی و مسیحی، تا از آنها با مراعات موازین شرعی پذیرایی بشه. روزی یکی از یهودیان شرکت کننده پولی به پیش متصدی مسجد آورد و گفت این پول رو به حاج آقا امامی بدید و بگید یک روزه ابوالفضل بر من بخونه. متصدی مسجد میگه داستان چیه؟ اتفاقی افتاده؟ یهودی اشکش سرازی شد و گفت دیروز آقای امامی روزه حضرت ابوالفضل علیه السلام رو میخوندن و گفت هر کسی به ایشون پناه بیاره محروم نمیمونه، خواه یهودی باشه خواه نصرانی. من با شنیدن این سخن به ناگاه بیاد بچم افتادم. در وجودم قوقایی ایجاد شد. با خودم گفتم من با ارتباطی که با شیعیان دارم و در شهر اونها ساکن هستم و ارتباط قلبی من با حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام باعث شده تا به مجلسشون بیام و شرکت کنم، در این مجلس به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام پناه ببرم و شفای بچم رو بخوام. به قول آقای امامی هر کسی به ایشون پناه ببره محروم نمیشه. از حضرت ابوالفضل داستان‌های زیادی رو شنیده بودم. کرامات ایشون و عنایت‌ها که به افراد مختلف کرده بودند، همه این داستان‌ها رو از اهالی مسجد که باهاشون نشست و برخاست داشتم شنیده بودم و برای من تعریف گفتار آقای امامی روی منبر منو از یک حواس پرتی بیرون کرد. بله، یک تلنگری بود تا بیدار بشم و قفلی که توی زندگیمه باز کنم.
مشکلی که ذهن من و خانوادم رو مشغول خودش کرده بود و لذت و طعم زندگی رو از ما برده بود. من فرزندی دارم در اثر نرمی استخوان زمینگیر شده بود. برای مداواش بسیاری از پزشکان و بیمارستان ها رو رفتم ولی نتیجه ای نداشت و بالاخره برترین پزشک ها هم منو جواب کردند و جواب منفی دادند. دیگه دستمون از همه جا و از همه کس کوتاه شده بود و باید تا آخر عمر با این مشکل زمینگیر بودن فرزند علیل و بیمار زندگی خودمون رو ادامه میدم. این قضیه منو ناراحت کرده بود و خیلی گریستم. اینجا بود دلم شکست و گفتم آقا یا ابوالفضل، من شما رو نمیشناسم، اما بنا به گفته های آقای منبری برای شفای پسرم متوسل به شما بشم. منو محروم نکنید. حالم دست خودم نبود و خیلی گریستم. مجلس که تموم شد به سمت خونه به راه افتادم. وقتی که به خونه رسیدم با صحنه عجیبی روبرو شدم. دو چشمی پر نگاه آورده بر تو، بگیرد تا شفای کودکش را. یهودی هم پناه آورده بر تو، به عالم باب رحمت را گشودی. چه می کردی مگر که تو نبودی؟ کسی از درگه لطف تو آقام نرفته ناامید حتی یهودی. دیدم فرزند جمون داره راه میره. بله، دیدم فرزندمون داره راه میره. همسرم از ذوق و شوق پروانه‌وار دور فرزندمون میچرخید و خوشحالی میکرد. انگار رنگ و روی زندگی به خونمون بازگشته بود و همه اون تاریکی و نگرانی از خونه ما رفته. رنگ و بوی زندگی سراسر وجود خونه رو پر کرده بود. از همسرم پرسیدم چی شده؟ فرزندمون داره راه میره، چه اتفاقی افتاده؟ گفت نمیدونم. من مبهوت حیران شدم. مشغول کارهای خونه بودم که دیدم یک دفعه
فرزندمون دستش رو به دیوار گرفته و انگار که قصد داشت بلند بشه. کارهامو رها کردم تا ببینم چی میخواد، کمکش کنم. ولی این بار فرق میکرد. مونده بودم چی کار کنم. میخوب شد. بله، میخوب شده بودم. دست و دیوار رو گرفت و بلند شد و شروع به راه رفتن کرد، مثل یک آدم سالم بدون هیچ سختی و مشقت. مرد یهودی میگه اینجا بود که اشکم از پهنای صورتم سرازیر شد. همسرم پرسید چرا گریه میکنی؟ باید خوشحال باشی، بچه‌مون حالش خوب شد، دیگه جای نگرانی نیست. گفتم داستان از این قراره و این عشق عشق شوقه. آقا ابوالفضل منو مورد عنایت خودش قرار داد و فرزندمون رو شفا داد. آقا سالار حضرت ابوالفضل باب الحوائج، کاشف الکرب، طبیب طبیبان است و طبیب در مسند طبابت برای او فرقی نمی‌کنه که بیمار مسلمان باشه، یهودی باشه، نصرانی باشه. حقا که نام باب الحوائج برازنده این بزرگواره. برای ما شیعیان افتخاریه وقتی می‌بینیم از ادیان دیگر و از مذاهب دیگر این چنین به این سالار سر تعظیم فرود می‌آورند. پس دیگه هیچ جای شک و تردیدی نمیمونه برای من و شما که ادعای محبت اهل بیت طهارت رو در دل داریم. پس بیایم ما هم دخیل این سالار بشیم. حتما شما کسایی رو هم میشناسید که در زندگیشون مشکلاتی دارند. پس بیایم ما و شما به نیابت از اونها گره حاجت ببندیم. یا قبل از خداحافظی خدمت شما عرض کنم که آیکون برنامه دخیل برای شما باز شده که از طریق ربات تلگرام شبکه جهانی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و با ورود و اشاره به آیکون دخیل پنجره راز و نیاز برای شما گشوده میشه و از این طریق حاجتتون و درد دل خودتون را با سالار کربلا در میون بگذارید. همچنین از طریق همین آیکون نظرات و پیشنهادات خودتون را در مورد این برنامه با ما در میون بگذارید. آیکون دخیل برای شماست، متعلق به شماست. ما
را از نظرات و پیشنهادات خودتون محروم نکنید. تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ میسپارم. دست دستگیر آقا قمر بنی هاشم یار و نگهدار شما باشه. یا علی مدد. قلب مرا به پای زنیهت گره بزن آقایم. قلب مرا به پای زنیهت گره بزن بیمارم بیمارم دخیل شفای تو می شود. بالم به بام هیچ کسی پر نمی زند. بالم به بام هیچ کسی پر نمی زند. تو یا کریم صحن و سرای تو می شود. تو یا کریم صحن و سرای تو می شود. تهیه شده در شبکه جهانی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، استودیو حضرت ام البنین سلام الله علیها، کربلای معلا.